یکی با دردها و رنجهای محرومان آشنا گردید. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در دبستان همام و دبیرستانهای منصور و فردوسی این شهر گذراند. فعالیت‌های اجتماعی همواره جزئی از زندگی حنیف‌نژاد بود. از دوره دبیرستان در هیئت‌های مذهبی به فعالیت پرداخت و در کوران نهضت ملی شدن نفت با مسائل سیاسی آشنا شد. پس از گرفتن دیپلم به دانشکده کشاورزی کرج راه یافت. با ورود به دانشگاه فعالیت‌هایش گسترش پیدا کرد. او نماینده دانشجویان دانشکده خود در جبهه ملی و عضو فعال نهضت آزادی و مسئول انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده مذهبی بود. در سال 1342 در رشته مهندسی ماشین‌آلات کشاورزی فارغ التحصیل شد. محمد حنیف‌نژاد در هر جمعیتی که وارد می‌شد تحرک و فعالیت بیشتری به دست می‌آورد. فعالیت‌های گسترده او باعث شد که دو روز پیش از رفراندوم قلابی شاه در بهمن سال 1341 از طرف ساواک دستگیر شود. او 7 ماه را در زندان‌های قزلقلعه و قصر گذراند. در زندان قزلقلعه بود که با پدر طالقانی آشنا شد. در همان زمان در زندان تحریف‌های سیاسی و برداشت‌های ایدئولوژیک جدیدش را می‌نوشت و برای دوستانش به بیرون فرستاد. محمد حنیف‌نژاد پس از آزادی و فراغت از تحصیل در سال 1342 به خدمت سربازی رفت. 9 ماه در سلطنت آباد تهران و بقیه سربازیش را در مرکز توپخانه اصفهان و پادگان مرن سپری کرد. این دوران نیز برای او آموزنده بود. ماهیت ارتش شاه را بیشتر شناخت و در زمینه نظامی تجربه ها و درس ها فرا گرفت. پس از بازگشت از نظام وظیفه با سعید محسن به مطالعات عمیق‌تری روی آورد. در آن دوران وقایع 15 خرداد 1342 نیز اتفاق افتاده بود. این قیام و سرکوب آن پایان دوران فضای تا حدی بازی بود که از سال 39 به وجود آمده بود. در آن سال در اثر فشار آمریکا بر روی رژیم شاه برای پذیرش رفرم‌های مورد نظر در جهت تغییر بافت التقاطی نظام حاکم از بورژوا ملاک به سرمایه‌داری وابسته، دیکتاتوری شاه تضعیف شده و در نتیجه مقداری فضای باز سیاسی ایجاد شد که طی آن مجدداً انبوه جریان‌ها و افراد سر برداشتند. اما پس از سرکوب خونین قیام 15 خرداد 42 همه آنها دوباره ذوب و از صحنه مبارزه خارج شدند. در این میان محمد حنیف‌نژاد و سعید محسن به ویژه با مطالعه درباره جنبش‌ها و مبارزات مردم ایران و به ویژه مطالعه درباره استراتژی و روش‌های احزاب سیاسی ایران و علل شکست آنها به این نتیجه رسیدند که علت اصلی شکست مبارزات گذشته فقدان یک رهبری ذی‌صلاح انقلابی مجهز به علم مبارزه و دارای تئوری انقلابی و آماده برای مبارزه و عمل انقلابی به حرفه‌ای بوده است. در مورد شرایط مشخص پس از سرکوب قیام 15 خرداد نیز که اشکال رفرمیستی مبارزه به بن‌بست رسیده بود، به این نتیجه رسیدند که دوران کارهای رفرمیستی سپری شده است و برای مقابله با رژیم دیکتاتوری و وابسته شاه راهی جز راه مبارزه مسلحانه وجود ندارد. این کشف انقلابی نسخه اولیه تشکیل سازمانی بود که بعدها مجاهدین نامیده شد. محمد حنیف‌نژاد، سعید محسن و اسغر بدیزادگان در نیمه شهریور ماه 1344 هسته اولیه سازمان مجاهدین خلق ایران را بنیانگذاری کردند. مجاهد شهید محمد حنیف‌نژاد با درکی نوین و خلاق به دور از برداشت‌های ارتجاعی و استثماری از ایدئولوژی توحید و اسلام، قرآن و نهج البلاغه را
به عنوان اصیل‌ترین منابع این ایدئولوژی و راهنمای عمل مطالعه کرد و به تبیین مفاهیم آن می‌پرداخت. او در رد برداشت‌ها و نظرگاه‌های ارتجاعی، استثماری و قشری‌گرایانه مرتجعین دین فروش از اسلام و با تأکید بر ماهیت انقلابی و ضد استثماری اسلام خاطر نشان می‌کرد که در زمینه اقتصادی اجتماعی مرزبندی اساسی نه به طور سوری بین با خدا و بی خدا، بلکه بین استثمار کننده و استثمار شونده است. حنیف نژاد سمبول یک برداشت اصیل و انقلابی از ایدئولوژی اسلام، همچنان که سمبول یک استراتژی مبارزاتی یعنی مبارزه انقلابی مسلحانه برای سرنگونی رژیم شاه و سمبول سازش ناپذیری، تلاش خستگی ناپذیر، سمبول ارادی رزمنده و تغییر دهنده، سمبول مسئولیت پذیری و در یک کلام کسی بود که بن‌بست تاریخ مبارزات این میهن را در آن تضای تیره و تار در هم شکسته بود.